در آغاز گفتیم بیندای گرامی که امروز وطنداران ما در هر گوشه و کنار وطن در غم به جاودانگی پیوستن استاد سخن استاد یوسف کوزاد متاثر هستند. صفحات فیسبوک مملو هست مطالب هموطنان ماست که در وصف استاد یوسف کوزاد نوشتن. واقعا سفر استاد یوسف کوزاد یک سایه بزرگ علمی فرهنگی است و ما خودم شخصا ای توانه ندارم که در رابطه با شخصیت چند بود چندین بودی استاد کوزاد صحبت کنم. با یک شعری از استاد کوزاد میریم به ادامه مطلب و در ادامه مطلب خانم عابدالعزاد بلوچ هم مطلب را خدمت شما تقدیم میکنن. کی فراموش شود کابل و ایرانک ما، جاده و شهرنه و آن پل لرزانک ما. با رفیقان شب مهتاب زیادم نرود، تا بالا شدن تپه پغمانک ما. دلم از بیوطنی پشت خودم می سوزد، دلم از بیوطنی پشت خودم می سوزد، که چی بازیچه شده خاک غریبانک ما. نمک خانه وطن دیده ایشان کور کند، چی بگویم که شکستند نمک دانک ما. فارغ از کینه و از عقده و از درد و الم، چقدر لطف و صفا بود به دورانک ما. هر دم از کوی خرابات صدا بود بلند، هزمن نغمه سرایان غزل خانک ما. دشمنان خاک مرا زیر و زبر کرد، ولی یک دل دوست نیامد به پرسانک ما. میله های گل نارنج زیادم نرود، ساز و آواز به هر گوشه لغمانک ما. میله ها بود به هر باغ و به هر هید و برات، قرغه و بابر و استالف و پروانک ما. من ندانم که در آن آتش بیداد چی سوخت، خانه و کوچه و پس کوچه و دالانک ما. سخن از خامه کوزاد به افسانه کشید، غزلش غوره به دل ماند به دیوانک ما. روح استاد بزرگ شاد باد. دراز توجه شما را به صحبت های از هموطنان عزیز ما. استاد پرتو نادری از کابل، محترم فرید شایان از جرمنی، مشعل ترانم موسیقی کشور خانم پرستو از جرمنی، شاعر درد آشنای وطن محترم علی شاه احمدی اباب از تورنتو و ژورنالیست موفق و شناخته شده کشور عنایت شریف جلب میکنیم و به دنبال آن خانم عابده لعل‌زاد بلوچ با مطلب در خدمت شما قرار میگیرن. با ما باشین. خب بیندای گرامی، لحظه ما افتخار موسیقی افغانستان استاد خیال بلین تلفن داریم. استاد به شما سلام تقدیم میکنم. استاد، خبر مرگ استاد سخن استاد کوزاد همه را متاثر ساختن و من یقین دارم که شما هم متاثر هستین. خواستیم نظر شما را هم در این مورد داشته باشیم تا با بیننده های خود شریک بسازیم. محترم خالد صاحب، از ما خوب گذار صاحب در پالی یادی که دوست و آشنا و رفیق و همکار بودیم. در وقتا یک دوستی داشتیم که در میزم که بودیم، من همیشه وقتی یک دفعه دو دفعه تا که جور بودم خبرشان رو میگرفتم. با بعد از اینکه مریضیشان زیادتر شد، باز تنها برشان پیام میماندم و اجمع
تعریف کده نمیتون گذات صاحب شیرخانی اگه انسان بود در کدام رشته ها اینا چیز منطب در قسمت که ارتباط به ما داشت موضوع غزل بود شعر اینا شاعری که یک چندیم شعرشان ما خواندیم هم یکیش که خوشم که در چمن است تازه تازه تر باشی نمود دامن گل شب ننش سهر باشی این فرد دو میشه میگم بس دیگه شنی که شما اگر ارزش عجیب داره که میگه همیشه دست هنر تخم فقر میکارد همیشه دست هنر تخم فقر میکارد امین بس از کمالت که به هنر باشی دیگه سیم ایرم ایرم خانده مدم یوتیوب هم خوده چیش کم بوز کرده مانده منتو پولی از اینا خود از یک شخصیتی بودن که آدم نمیمان که ازش جدا باشه یا خبرشان نگیری همراهشان نباشه کدامشان هم بگم شعرشان هم بگم درام نویسیشان هم بگم دایرکت درام اینایشان هم بگم از این لحاظ من نمیخوایم وقت دیگر آره دیگرم همه خواهیم که من به حد متاثر استم راستی بزرگترین یک دوست خود و یک گنجینه را از دست دادیم خداوند بهش برین نصیب شان کنه و همچنان برده که جان کوزد اعترام تقدیم میکنم و برشان تسلیت میخوایم خداوند غم آخر شان کنه جهان سپاس استاد از محبت شما خواهش میکنم خواهش میکنم از شما یک دنیا تشکر یک جان تشکر استاد خواهش میکنم من چی میکنم به نشرات تقدیم میتونم و ایرو زیاد میکنم من بازم شرمنده استم استاد پیشتان خواهش میکنم این چیز هر وقت امکاناتش بوده چه از من ایرس بایده همیم شم شم یادی و اطفاید اما یک احساسات من داشتم چون مقابل از اکی جانم یک چی بودیم از اولی از و حال هر وقت شما نشو میکنیم این باره بود نه خواهش میکنم من می دقیقه استاد من ادت میکنم و چیز من دازم روان میکنم خب بینده گرامی خبر مرگ استاد گذات همه گیر متاثر ساختن واقعا یک زایی بزرگ اونریس استاد گذات همطور که یاد شد شخصیت چند بودی در کشور ما بودن شاعر نویسنده نقاش ورزیده و همه گیر متاثر هستن و همین لحظه لحنی دارم مشعل ترانوم موسیقی افغانستان خانم پرستو که خبر شدن و خواستن که از طریق تلویزیون امید 24 پیام خودن به این مناسبت به بیندای گرامی ما تقدیم کنن خانم پرستو سلام علیکم سلام نصیر جان خالد سپاسگزار هستم از محبت شما بسیار تشکر میکنم شما همیشه در حق عام ملت افغانستان مهربان هستین سپاسگزار هستم از اینکه بر ما موقع دادین ما واقعا امروز دلم واقعا از این صبح یک رقم تپیدن داشت اینو شما قبول کنین هر بار بیرون میرفتم دوباره خانه میامدم و گاهی با خود میگفتم که چرا من امروز قدر ناراحت هستم اما با تاسف که خبر شدم که استاد بزرگوار یوسف کوزات شاعر توانا انسان مهربان مرد بزرگ شخصیت ملی ما را ما امروز از دست دادیم واقعا امروز باید آسمان زمین برش گریه کنه واقعا باید گریه کنه ما سالیان دراز از محبت های استاد کوزات برخوردار بودیم و طرف مهربانی و شفقتشان بودیم در این غم بزرگ با تمام خانوادهشان شریک هستم با خانم کوزاد بزرگ زکیه جان گل خواهر عزیز و مهربانم اولادای نازنینش و باید برتان بگیم که هر قدر به وصف این قلم به دست توانا صحبت بکنم من فکر میکنم که زبان خانم پرستو مهریار عاجز خواهد بود انشالله به وصفشان یک شعر خود سرودم که همیشه مرا در راه شعر و شاعری تشویق کردن همیشه مهربان بودن قربان همه فامیلشان واقعا بسیار تاسف میکنم که ما روز به روز مردان بزرگ کشور خود از دست میدیم که جایگاهشان به 100 سال دیگه پر نمیشه نصیر جان خالد قربان تشکر فقط یادآور میشم بندای گرامی که مرحوم محمد یوسف کوزات نقاش بودن شاعر بودن نمایشنامه نویس بودن و هنرپیشه معروف تئاتر افغانستان بودن که امروز به سن 84 سالگی به جاودانگی پیوستن
و ایشان یک از شخصیت نصیر جان اگر اجازه بتین ما یک شعر کوزات صاحب با کتابشان که خواندم بهشان تلفن کردم که یک شعر شما است به نام او شیمه را دو نرگس مستانه میبرد دیوانه گر شوم که برا خانه میبرد. و هی گفت چه خوب. گفتم امیر اجازه تان است که ما بخوانم؟ گفتم که کتاب خود را تبع کنیم توان به اختیار دوستداران شعر خود خواندیم کتاب توانند. واقعا واقعا دستایشان دستایی که به او می نوشتن به او دلها را شاد میکردن واقعا قابل بوسیدن بود و هست. یادشان گرامی. تشکر خانم پرستو. ما یادم است که یکی از روزایی که ما با تلویزیون نور کار میکردم برنامه داشتم جناب کوزات صاحب به خانه اومدن و در حین زمان ما یکی از اشعارشان با اون ناتوانی هایی که من دارم دکلمه کردم که قدر خوششان آمد که هم باجل گفتن یک کپی از ایره بته که شعر مرا تو واقعا بسیار زیبا سرودی. اما عد کردم که دگر بادا بساغر نکنم لب خود جز بلب یار بمیتر نکنم. با تمام خوبی ها و با تمام زیبایی هایی که داشت استاد امروز در کنار ما نیستن با شما یک یادشان همیشه با ما هست. بسیار غریب نواز بودن فقیر نواز بودن عاجز نواز بودن همیشه. ببینیم وقتی که مفتم شعر شما را میخوانم شاید ما قابل خواندن از او شعر نبودم شاید حتی نفهمیده باشم که مفهوم از او شعر چیست ولی این شعر بدلم چنگ زد که بوشه مراد و نرگس مستانه میبرند. بسیار واقعا یک شعر مقبول بود. بیاین که از اینجا سر کنیم که ما هر روز با اینمی پراگندگی ها و بیوطنی ها و سر و بی سر و بی سامانی هایی که داریم بازم وقتی که میبینیم کمی وقتی که تکیه میکنیم میبینیم که ما بی دیوار شده میریم. بله. بر خود من واقعا این خبر که من شنیدم قبول کنین واقعا برتان میگم که بسیار ناراحت شدم چون ما یک کوزاد دیگه با او بزرگی با او عظمت با او نام و نشان با او مهربانی با همه چیزی که کوزاد صاحب بزرگ داشتن دیگه فکر کنم که باور نداریم که باز دوباره یک اوزاد دیگه در افغانستان تشکر که تربیه شوه یا در مردم خود تدریس کنه یا با اون میربانی خود باشه. یادشان گرامی میدانیم و ای که دوباره واقعا افغانستان یک اوزاد دیگه نداره اینمی احترام به جایگاهشان است. تشکر خان پرستو. با شما یک جا به زکی جان کوزاد تسلیت میگیم به خانواده ایشون میگیم به میترا جان به بچه نازنینش به دخترکایش به زکی جان نازنین ما گویندی توانا گویندی بزرگ گویندی مهربان همیشه با هم بودنش دیگه هست دیگه ما چیز کردن نمیتونیم رای دور است وگر هم خدمت با ما بیچاره ها باشه ما سر تا با خدمت فامیل سلامت باشین خانم پرستو که با ما بودین. قربانت نفس. من ندانم که در آن آتش بیداد چی سوخت خانه و کوچه و پس کوچه و دالانه که ما سخن از خامه کهزاد به افسانه کشید غزلش غوره به دل ماند به دیوانه که ما. بندای گرامی غزل بود بخشی از غزل استاد کهزاد بود که خدمت شما تقدیم کردم و فعلا بلین تلفن داریم شاعر درد آشنای کشور ما محترم علیشاه احمدی عباب. جناب عباب صاحب برای شما سلام تقدیم میکنم. سلام خدمت شما آقای خالد. دیگه امروز واقعا با صبح خبر غم انگیز خواندم به صفحه فیسبوک که متاسفانه از درگذشت استاد کوزات بود متاثر شدیم. با پیام خانه گرچه ما بهشان نوشته کردیم تسلیت بازم به تمام مردم عرض تسلیت عرض میکنم و مردم افغانستان مخصوصا اهل فرهنگ و ادب افغانستان. شخصیت واقعا چند بودی بود استاد کوزاد بزرگ نقاش شاعر نویسنده و کارمند تئاتر وقت افغانستان واقعا یک ضایع بزرگ فرهنگی است در تاریخ ادبیات ما. دیگه ما به همه عرض تسلیت و خاصتا به زکجار کوزاد خانمشان و فرزندانشان و به همه عرض تسلیت میگم بهشت به این جایشان باشه رویشان شاد میخوایم. تشکر از لطف شما آقای سلامت باشین. و چقدر خوب فریاد کشیده بود سالها پیش استاد که میگفت دشمنان خاک مرا زیر و زبر کرد ولی یک دل دوست نیامد به پرسانک ما. تشکر میکنیم از شما جناب احمدی صاحب. قربان شما. لطف کردن. سلامت. خب بیندای گرامی واقعا مرگ
استاد بزرگوار مرحوم کوزات صاحب، هموطنان ما را، بزرگان ما را در هر کجایی که هستن سخت اندوهگین ساختن. و قسمی که ما صفات اجتماعی رو میبینیم، هر هموطن ما در هر گوشی از جهان که هستن در سوی استاد کوزات فریاد بلند کردن و واقعا متاثر هستن. و همین لحظه بلین تلفن داریم، یک تن از ژورنالیستان سرشناس کشور، یک تن از گویندگان بسیار سابقه دار رادیو تلویزیون ملی کشور، محترم فرید شایان. جناب شایان صاحب، برای شما سلام تقدیم میکنم. سلام میرسانم به شما و بینده ها و شنونده های شما. سلامت باشین و همونطور که شما هم خبر دارین و متاثر هستین در سفر بی برگشت استاد کوزات، خواستیم که نظر شما را هم داشته باشیم تا با بیننده های گرامی خود تقسیم کنیم. خواهش میکنم، نظر خونیست، همه ما در سوگ استاد نشستیم و خوشبختی یا بدبختی من ای است که استاد از نزدیک میشناسم و خاطرات بسیار خوش دارم. حتی همین لحظه صدای منحصر به فردش در گوش ما تنین انداز است. واقعیت مسئله است که ملت ما در پاروی هزاران بدبختی دیگر که داره و جامعه فرهنگی ما یک آفتاب درخشان را در سوگش نشستن. هنرمندی که چند بودی بود و حتی در دیار غربت هم هیچ وقت از یاد وطن خود غافل نبود و هر آنچه می سرود وطنش بود، کابل بود و گهواره یادهایش بود. در مورد فضیلت اخلاق استاد و تواضعش ما هرچی بگویم بسیار کم گفتیم. هیچ کسی شما نمی گفتیم که از استاد کوزات برابر سر سوزن در دل خود درد داشته باشه و یا خار از صحبت از او، از گپ از او، از زندگی از او و پای کسی خنیده باشه. من همیشه دوست داشتم که شعرهای خودش از زبان خودش میشنیدم و همیشه من شنونده بسیار نازنین بودیم برش و تا می لحظه یک بیت را که بارها خودش زمزمه میکرد او در گوش من تنین داده که میگه: شبنم تشنلبم در چمنستان هنر، چقدر قدرشمم تا که به دریا برسم. به روح استاد شاد میخوایم و به همه کسایی که در سوگ استاد زانوی غم در بغل دارن برشان تسلیت میگم. شاد و سلامت باشید. جهان سپاس از شما جناب شایان صاحب. خواهش میکنم جانم، خواهش میکنم. خب بیندای گرامی، صحبت های هموطنان ما را شنیدیم و آل بلین داریم، ژورنالیست موفق و شناخته شده کشور، تحلیلگر مسائل سیاسی کشور، چهره آشنای و محترم عنایت شریف. عنایت شریف، برای شما سلام تقدیم میکنم. تشکر، لطف میکنین. من میفهم در ارتباط با حادثه ناگوار مرگ استاد کوزات زنگ زدن، واقعا خبر دردناک است و اصلا در موردی که به مرحوم استاد محمد یوسف کوزات چه عنوان داده شود دچار مشکل میشیم. در واقع کلید هفت شهر هنر به دستش بود، در نقاشی، نمایشنامه نویسی، تفصیل نمایشنامه و شعر سهم هر زنده داشت. نه تنها خودش هنرمند بود، این هم مهم است که برای پرورش هنر در کشور هم کار زیادی کرده. روانش آرام و شاد میخوایم به همسر عزیزشان زکیه جان کوزات، خانوادهشان و اصلا به تمام علاقمندان هر شهر هنر در کشور تسلیت میگم و شما تشکر میکنم که یاد کردین و زنگ زدین. یک جهان تشکر جناب شریف صاحب. بیندای ارجمند تلویزیون جهانی امید 24، همین لحظه نویسنده و شاعر شناخته شده کشور، ژورنالیست شناخته شده وطن، استاد پرتو نادری را بلین داریم. جناب نادری صاحب، برای شما سلام تقدیم میکنم. و علیکم السلام. خواستیم نظر شما را در رابطه با مرگ استاد سخن مرحوم کوزات صاحب داشته باشیم. جناب نادری صاحب، اول میخوام بگم که شخصیت های مانند استاد
یوسف کوزات، اینها به دنیا می آین، یعنی در مابین دو تاریخ زندگیشان تمام نمی شد، بلکه اونها در معنویت خود، در هنر خود و در هستی ادبی هنری خود ادامه دارند و زنده هستند. استاد کوزات یک شخصیت چندین بودی فرهنگی داشت، یعنی که چندین صدایی بود، یک انسان چندین صدا. او نقاش بود، داستان می نویشت، نمایشنامه می نویشت و شعر می سرود و مقاله می نویشت درباره هنر و این چیزا و آثاری داره در این زمینه، که چنین کسایی در کشور ما کمتر بودند. البته آنگونه که خودشم باور داشت می گفت که رشته اصلی من نقاشی است، ولی به هنر و ادبیات و عمدتاً به ادبیات از همون دوران نوجوانی خود آغاز کرد و در خاطرات خود گفته است که استادی داشتند به نام نجف علی خان که او نه تنها مرا در نوشتن و سرودن تشویق میکرد، بلکه مرا با رمز و راز مکتب هند آشنا ساخت و از شاعرانی که بالایش تأثیر گذار بوده از همون دوران جوانی مرزا عبدالقادر بیدل، ابو المعانی بیدل است، و از نویسندگان غربی از ویکتور هوگو یاد میکنه و از تأثیر گذاری هایی که کتاب بینوایان بر او داشته. در گذشت استاد کوزاد در روزگاری که هنوز هنر نقاشی در افغانستان وضعیت بسیار خوبی نداره و حتی میشه گفت که عرصه‌های گوناگونی هنر وضعیت خوب نداره و تئاتر ما به یک مفهوم میتونیم بگیم که فعلا در کابل چیزی حس نمیشه، بسیار یک ضایعه بزرگ است که ای کاش سالها استوار زنده میماندن و فرصت این میبود که هنر و دانش هنری خود به نسل جوان افغانستان انتقال بدارن. ولی بدبختانه حوادث به گونه آمد که به گفته حافظ ما کشتی صبر خود در بحر هموند افغاندیم، تا باشد از این طوفان هر کس به کجا افتد. حادثه ای آمد و هر کسی به هر گوشه افتاد. یکی از خدمت های بسیار بزرگ استاد کوزاد همان پایه‌گذاری فرنگستان نگارستان غلام محمد میمنگی است، پروفیسور غلام محمد میمنگی، که در رشته های نقاشی، خطاطی، مجسمه سازی شاگرد میپذیرفت و صدها جوان و صدها جوانی با استعداد در این عرصه ها در این نگارستان آموزش دیدن و می شود گفت که این نگارستان در امر رشد و توسعه این هنرها در افغانستان بسیار بسیار سودمند بوده و بسیار قابل افتخار است. جناب دادی صاحب، جهان سپاس از وقتی که با ما دادین، واقعا یک تظیم بسیار خوبی کردین از شخصیت استاد و ما از شما سپاسگزار هستیم و این بخش با نوشته شما رنگین کمان در غروب با بیننده عزیز خود ما ادامه میتیم و باز هم ممنون از این که خواهی شما را لبای گفتین و سخنان چند تشکر گفتیم. تشکر از شما، سلام میفرستم به بینندگان شما، درود بر شما بود. دوستای عزیز، اولتر از همه از طرف فامیل لالزاد عرض تسلیت دارم به تمام ملت غیور افغانستان مرگ استاد یوسف کوزاد و همچنان به خواهر نازنین و فامیل محترم استاد بزرگوار، خواهر فرهنگی فرختیم، دوست بسیار خوبم زکیه جان کوزاد، کنشک جان عزیز، میترا جان، ویدا جان و امیرا جان عزیز. دوستای عزیز، واقعا جای تأسف است که ما چنین استادای بزرگوار خدا از دست میدیم. استادای عزیز و بزرگوار ما پایگاه وطن عزیز افغانستان و ستون فقرات عزیز افغانستان هستند.
که متاسفانه مای بزرگوارای خدا از دست دادیم و میدیم. رنگین کمان در غروب، محمد یوسف گوزاد، نقاش، شاعر، داستان نویس، هنرمند تئاتر و بنیادگذار نگارستان غلام محمد میمنگی که بر روز پنجشنبه 31 جنوری 2019 میلادی در امریکا به عمر 83 سالگی چشم از جهان پوشید. انا لله و انا الیه راجعون. زنده یاد یوسف گوزاد شخصیت چند بودی فرهنگی داشت و اما از میان آنها همه هنرهایی که داشت بیشتر در هنر نقاشی پر آوازه بود. از او همیشه به ایسی یکی از چیره های پیشگام در هنر نقاشی نوین افغانستان یاد شده است. او به سال 1314 خورشیدی برابر به 1935 میلادی در شهر کابل چشم به جهان گشود. مکتب را در لیسه امانی که در آن روزگار نامش را به لیسه نجات بدل کرده بودند تمام کرد. با سال 1333 خورشیدی برابر با 1954 میلادی به دانشگاه کابل رفت و در دانشگاه ادبیات آموزش عالی پرداخت. گوزاد از همان دوران دانش آموزی به هنر و ادبیات روی آورد و در همین سالها بود که جایزه نخست ادبی شعر را از ریاست مستقل مطبوعات به دست آورد. او در شعر و شاعری بیشتر به مکتب هند گرایش دارد که دلیل آن می تواند این امر بوده باشد که گوزاد از همان نوجوانی با شعر حضرت بیدل آشنایی پیدا کرد. شعر بیدل بر تخلیل شاعرانه او تاثیرگذار بزرگی داشته است. او خود جای گفته است که استاد زبان و ادبیات فارسی دری نجف علی خان او را در زمینه ادبیات همیشه تشویق می کرده و رمز و راز مکتب این را برای او یاد داده است. به این گونه بینوایان ویتوگو یکی از کتاب‌های تاثیرگذار بر گوزاد بوده است. گوزاد پس از پایان آموزش به عیس نویسنده و هنرمند در شاعری ننداری به کار پرداخت. پس از آن به سال 1339 برای آموزش در بخش نقاشی به ایتالیا رفت و در اکادمی هنرهای زیبای شهر روم به آموزش پرداخت. در همان زمان رشته نمایشگاه های نقاشی خود را در ایتالیا، آلمان، دنمارک، سویدن را اندازی کرد. چنان که در نمایشگاه ایتالیا جایزه نخست هنری را دریافت کردند. زنده یاد گوزاد پس از پایان آموزش به کشور برگشت. مدت زمان مدیر دفتر هنر بود و مدتی هم در ریاست تألیف و ترجمه وزارت معارف کشور کار کرد. با سال 1345 مطابق 1966 بر ریاست ثقافت و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ گماشته شد. در همین زمان بود که زنده یاد یوسف گوزاد نگارستان پروفسور غلام محمد میمنگی را پایه گذاری کرد. این نگارستان دارای بخش های آموزشی در زمینه های نقاشی، مجسمه سازی، خطاطی، میناتوری بود که در پیوند به رشد و توسعه این هنرها در افغانستان خدمات چشمگیر انجام و صدها هنری جوان در این نگارستان آموزش دیدند. گوزاد خود مدت زمان مسئولیت رهبری نگارستان غلام محمد میمنگی را بر عهده داشت. آخرین شغل دیوانی زنده یاد گوزاد در وزارت اطلاعات و فرهنگ بود که آنجا مسئولیت ریاست فرهنگ را بر عهده داشت. سال 1371 مطابق 1992 خورشیدی گوزاد امرا با خانوادهش کشور را ترک کرد. 8 سال را به گونه پناهنده در این بسر برد تا اینکه کشتی سرگردان زندگی او را به ایالات متحده آمریکا رسانید و تا آخرین لحظه های زندگی اونجا زیست. گوزاد در امر معرفی نقاشی افغانستان در ایالات متحده آمریکا نیز سهم شایسته ای داشت، چنانکه که رشته نمایشگاه های نقاشی خود را در شهرهای گوناگون آمریکا راه اندازی کرد که این نمایشگاه ها هر بار پیروزی های برای هنر افغانستان در پی داشت. او پیش از این نمایشگاه را نیز در این راه اندازی کرده بود. بدین گونه گوزاد چنان مسافر هفت شهر هنر نقاشی افغانستان را چنان مشعل کشورهای گوناگون جهان برد و در فروغ آن چهره دیگری از افغانستان را برای جهانیان معرفی کرد. و از میان همه هنرهایی که داشت به گفته خودش نقاشی را رشته اساسی خود می دانست، در حالی که به تعبیر با هفت شهر هنر آشنا بود. از گوزاد تا کنون این آثار نشر شده است. جلوه های زیبایی در هنر و
و خدای زیبایی را آفرید. مروارید های سیاه، گزیده های شعر. در پایان باید گفت که افزون بر این نوشته های زیاد و داستان های نیز از گاهزاد در نشریه های گوناگون چی در کشور و چی در بیرون و به همین گونه در نشرات برقی نشر شدند که نیاز است گردآوری شوند تا به گونه کتاب های جداگانه در اختیار علاقمندان آثار و قرار گیرند. آسمان روانش پر از ستارگان مغفرت الهی باد. نوشته بود بیندای گرامی از استاد پرتو نادری. بار دیگه روح استاد کوزاد شاد میخواهیم، جنت فردوس هم مکانشان و به خانوادهشان و مخصوصا زکی جان کوزاد تسلیت میگیم و صبر جمیل از دربار خالق یکتا آرزو میکنیم.